این قلم کوچک ولی بسیار کاربردی یکی از دلایلیه که من گلکسی اس 23 اولترا رو به عنوان گوشی اندرویدی انتخاب کردم. تو این ویدیو میخوام چند تا از کارهای اس پن که من رو ترغیب به استفاده از اس 23 اولترا کرده بهتون معرفی کنم. اول از همه بگم که برای من قرارگیری قلم توی بدن خیلی مهمه. برای همینم هم هنوز گلکسی زد فولد دوم رو عوض نکردم و منتظر گوشی تاشویی از سامسونگ هستم که قلم توی بدنش قرار بگیره. امسال که نشد، ولی احتمال داره که سال بعد قلم رو بشه توی بدنه زد فولد ببینیم. ولی خب فعلا اس 23 اولترا کاملا داره نیازهای منو برطرف میکنه. راستی منتظر بررسی زد فولد 5 و زد فلیپ 5 هم باشین که به زودی منتشر میشن. بریم سراغ قابلیت های اس پن که برای من توی روزمره کاربردیه و میخوام بهتون معرفیشون کنم. نوت برداری یکی از مهمترین این قابلیت هاست. کافی اپ نوت رو اینطوری باز کنین و از قلمایی که سامسونگ در اختیارتون گذاشته برای نوت برداری استفاده کنین. حس نوشتن و طراحی و نقاشی با این قلم انقدر عالیه که یکی از راه‌های سرگرم شدن من توی اتاق انتظار دکترا یا مثلا ایستگاه مترو دقیقاً همینه. حتی میتونین دستخط خودتون هم با کمک قلم به تکست تبدیل کنین. تازه فقط هم دستخط رو تبدیل نمی‌کنه، حتی سمبل‌ها رو هم اینطوری می‌تونه به این باحالی تبدیل کنه. حتی میشد یک کسری از ثانیه روی اس 23 اولترا یه چیزی رو نوت برداری کرد. با کمک قابلیت نوت برداری سریع در حالی که گوشی قفله قلم رو از بدن در میارین و شروع میکنین به نوشتن روی صفحه و اون نوشته توی نوت ها براتون ذخیره میشه. مثلا توی رادیو شماره تماس یه مسابقه تلفنی رو میشنوین و میخواین فوری یادداشتش کنین، کافی قلم گوشی رو در میارین و شروع کنین به نوشتن. یا مثلا با روشن بودن گزینه کویک نوتس توی منوی ستینگ میتونین با فشردن کلید اس پن و دو بار زدن روی صفحه نمایش یه دونه صفحه جدید نوت باز کنین و شروع کنین به نوشتن. کاربرد بعدی اسمارت سلکته که با کمک قلم میتونین یه قسمتی از اسکرین رو انتخاب کنین و فقط از همون تیکه اسکرین شات داشته باشین. به نظر من که شدیداً کاربردی‌تر از اسکرین شات گرفتن از صفحه است، چون اغلب نیاز داریم که فقط از یه قسمتی از صفحه اسکرین شات بگیریم و با این قابلیت این امکان رو کاملا داریم. یه امکانی هم شبیه به همین اسمارت سلکت هست به اسم اسکرین رایت. اینطوری که از کل صفحه یه دونه اسکرین شات میگیره و میتونین روش هر چیزی که میخواین به عنوان یادداشت اضافه کنین و بعد ذخیرش کنین. شدیداً کاربردیه برای وقتی که میخواین یه اسکرین شات رو برای یه نفر بفرستین و روش یه توضیحی هم براش بنویسین. یکی دیگه از کارهایی که میشه با اس پن توی روزمره انجام شد ترجمه کلمات یا متونه. اینطوری که با کمک قلم میتونین یه دونه کلمه یا یه جمله رو از هر زبانی تقریبا به هر زبان دیگه‌ای ترجمه کنین. یه قابلیت خیلی باحال دیگه که قلم در اختیارتون میذاره امکان نوشتن روی تقویمه. این شکلی که تقویم رو باز میکنین روی تاریخی که میخواین روش نوت بذارین شروع میکنین به نوشتن و توی تقویم ذخیره میشه. بیکسپی ویژن رو هم میشه با قلم استفاده کرد. اینطوری که مثلا روی قسمتی از عکس که برای چند لحظه توقف کنیم بیکسپی ویژن برامون عکس رو اسکن میکنه و از اون قسمت عکس اطلاعات جمع‌آوری میکنه و بهمون نشون میده. قلم یه کارکردی مثل ریموت هم برای گوشی داره، یعنی مثلا میتونین با کمک قلم گوشی رو آنلاک کنین یا گوشی رو یه جا قرار بدین و با قلم شروع به عکاسی از خودتون کنین. البته که قطعا دلتون نمیخواد که این قلم ارزشمند رو گم کنین، پس سامسونگ در صورتی که قلمتون رو جا بذارین بهتون خودش اطلاع میده. حتی میتونین به اس پن یه سری فرمان حرکتی بدین که کارتون رو راحت کنه. مثلا دکمه روی قلم رو اگه دوبار بزنین یه اپی باز شه، یا اگه نگهش دارین مثلا دوربین باز شه. حتی وقتی گوشی رو یه جا گذاشتین که ازتون عکس بگیره و دارین با قلم از راه دور عکاسی میکنین، میتونین با تکون دادن قلم روی هوا توی منوی دوربین حالت عکاسی رو به فیلم برداری یا بقیه حالت‌ها تغییر بدین. خود منوی اس پن رو هم میشه شخصی سازی کرد. مثلا میتونین استایل منوی اس پن رو انتخاب کنین که بزرگ باشه یا کوچیک، یا شورتکات ها و اپایی که توی منو باشن رو تغییر بدین، یا حتی آیکون منو رو از روی گوشی حذف کنین و فقط با کلیک کردن روی کلید اس پن این منو رو باز کنین. همه این تغییرات از داخل قسمت ایر کامند قابل تنظیمه. اگه انتهای منو دکمه اد رو بزنیم میتونیم هر اپ دیگه که بخوایم رو هم به این منو برای دسترسی سریع اضافه کنیم. توی این ویدیو بهتون چند تا قابلیتی که برای خود من کاربردیه و هر روز دارم باهاشون کار میکنم و تو روزمره ازشون استفاده میکنم رو معرفی کردم. ولی اس پن خیلی امکانات و قابلیت‌های بیشتری داره که تقریبا اکثرشون رو توی ویدیوهای دیگه قبلا بهتون معرفی کرده بودم، که اگه ندیدینش توصیه میکنم ببینین که با این همه قابلیت باحال این قلم که الان توی پخته‌ترین حالت خودش هم هست آشنا شین. ممکنه یه سری از کارهای اس پن باشه که برای من کمتر کاربرد داره، ولی شما با دیدنش بگین ای این چقدر به درد من میخوره. توی کامنت ها بهم بگین کدوم قابلیت اس پن هست که احساس میکنین واقعا میتونه برای شما کاربردی باشه و کمبودش روی گوشی فعلیتون داره حس میشه.
درسته که شاید نبوده قلم روی گوشیامون یه ایراد محسوب نشه، اما بهتون تضمین میدم که بودنش برامون خیلی کاربردیه، اونم همچین قلمی مثل اسپن با این همه کارایی و امکانات. ممنونم که تو این ویدیو با من همراه بودین. اگه کانال یوتیوب رو هنوز سابسکرایب نکردین دیگه به نظرم وقتشه، چون کلی ویدیو جذاب تو راهه. توی کامنت ها هم بهم بگین که دوست دارین درباره کدوم قابلیت های کدوم گوشی براتون از این ویدیوها بسازم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.